نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 12 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با دلیل وجود حکم خمس فرمودند: آنچه که مسلم است و در روایات آمده، خمس به جای زکات اکراما لرسول الله صلی الله علیه و آله قرار داده شده است، چون که زکات واجب و نه زکات مستحب را به ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله نمی دهند، لذا خمس جایگزین آن شده است. معظم الله در ادامه فرمودند: حال این سوال پیش می آید که آیا احکام زکات در مورد خمس هم جاری می شود؟ که در پاسخ این سوال جماعتی از فقها از جمله مرحوم صاحب عروة الوثقا و مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی گفتند: به جز در مواردی که حکم خاص در مورد خمس وجود دارد، اگر مسئله‌ای در خمس برخلاف زکات ذکر نشده بود و در زکات ذکر شده بود، در مورد خمس همان حکم جاری است. ایشان در ادامه فرمودند: در احکام زکات روایتی ذکر شده که اگر کسی زکات دریافت نمی کند و می گوید من زکات مصرف نمی کنم، حضرت فرمودند: زکات را به عنوان هدیه به او بدهید و به او نگویید که آن چیز زکات است. اما در باب خمس روایتی در این زمینه نداریم. آیا همین حکم در خمس هم برای کسی که از قبول آن خودداری می کند جاری است؟ که این مسئله میان فقها اختلاف است و اجماعی نیست و جماعتی از فقها گفتند چون بر اساس روایاتی که میگویند خمس جایگزین زکات است، چون این استفاده می شود که اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. روایت داره، ما قیاس نمی کنیم. نه، روایت داره خمس به جای زکاته. وقت آیا از این استفاده همین وقت از این جماعتی از فقها که یکشون صاحب جواهره، یکشون اصحاب عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه، یکشون مرحوم اخوی و یه عده هستن، گفتن از این که تو روایت داره فرمودن خمس به جای زکات، چون زکات حرام بر ذریه اهل پیغمبر صلی الله علیه و آله، به جاش خمس قرار داده شده، از این استفاده میشه که تمام احکام زکات در خمس هست، مگر اون حکمی که در خمس بالخصوص خلاف زکات ذکر شده باشه. یه عده اینجور برداشت کردن. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به این شرح بود: حکم پولهای مخلوط به حرام در بانک ها، معنای قران و احکام آن در نمازهای واجب و مستحب، برخی از احکام بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای سوره های قرآن، حکم خمس و زکات در مورد شخصی که مادرش علوی است، مبنای لزوم تقلید ابتدایی از حی، موارد اصالت و صحه و براءت و بلا موضوع بودن مسئله آزاد کردن بنده در احکامی مانند کفاره جمع از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظما شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره 100 فرکانس 120.73 بیننده این نشست علمی باشید.